دارم. سلام گویان نشون هستم و اینجا پشمام نیوزه مرجع ترین، بروزترین داخترین جنجالی ترین و خیلی موقع ها مثل امروز غمگین ترین خبرهایی که ممکنه بشنوید خیلی ممنون که کانال ما رو سابسکرایب میکنید و زنگولار میذارید اصلا رمق این خبری گرفته یه جوری انرژی رو میتونیم بذاریم که کامل بخوایم تعریف و توجیهش بکنیم همتون قطعا میدونید که تو این چند روزه خیلی زیاد شده شده موضوع خانم محسا امینی که گشت ارشاد گرفتادش بعد سکته کرده و در نهایت هم که فوت کردش یه ماجره غمانگیزی یه بار غم زیادی که اصلا همه رو پاره کرده یعنی هر جبری هم که هیچ احساساتی نداشته ناراحت شده فکر کن دختر مردم دختر جوون 22 ساله اومده اشغال تهران بگرده بچرخه چرخه یه به پدر مادرش میگن که بیا جنازه حالا داستان چی بوده اصلا محسا امینی کیه بیوگرافیش چیه چرا بازداشت شده کجا بازداشت شده همه اینا رو میگیم فقط لطفا مثل همیشه حتما حتما کانال رو سابسکرایب بکنید تا بقیه داستان رو کاملا توضیح بدیم محسا امینی دیروز فوت کرد زربان قلب دختر کردستانی متوقف شد و درگذشت خبر فوتش هم دایش منتشر کرده و نوشته ژینا چون به صورت خونگی ژینا بهش میگفتن یعنی مثلا اسمی که مستعار بوده اسم واقعیش محسا امینیه ولی خب همه ژینا صداش میکردن ژینا برای همیشه رفت به خاطر لجاجت ادعی عمرش به پایان رسید پلیس 26 شهریور 1401 فیلم دوربی مداربسته اداره اماکن و لحظه سکته محصا امینی رو منتشه کرد و گفته که آقا اینطوری بوده که این اتفاقات افتاده ایشون محسا امینی یا همون جینا امینی دختر سنندجی اهل سقزی که شهرهای خیلی کوچیک که کردستان و خیلی مردم باحالی داره کرمانشاه کرد اصلا کرد همشون آدم های بامزه و باحال و بامعرفت و مشتی هستن و واقعا هم در حقشون کم حساب نشده دیگه مرزن اون کنجان همیشه یه داستانی که بوده اتفاق افتاده حالا بیوگرافی و ماجرای دستگیر شدنش هم واسه میگیم روز گذشته یه سری از اعلام کردن که آقا محسا امینی یه دختر 22 ساله سنندجی توسط ممران گشته اچا دستگیر شده و بعد از انتقال به اداره اماکن یا همون وزاره خودمون دوچار حمله قلبی شده و فوت کرده حالا یه سری اتفاق افتاده میگن آقا تو راه زدنش یه سری میگن آقا توی ون زدن یه سری میگن توی دادگاه زدن یه سری میگن اصلا آقا نزدیم ما یعنی پلیس که میگه نه ایشون از بچگی سابقه مشکلات مغزی و قلبی داشته و چند باری سر داشت و اصلا این حرفا نیستش و ما کاری نکردیم در این بار که خب دوباره یه سری خبرهای جدید اومده ایشون برای سفر تفریحی یعنی تفریح آخر تابستون بوده قبل از اینکه احتمالاً دانشگاه شروع شه تفرکی اومده تهران رساناندهاش اومدن تهران روز گذاشتم توسط نیروهای گشت ارشاد بازداشت شدن بعد رفتن اماکن حالا چرا این بنده خدا اومده غریب تو این شهر اینو خف کردن بردن برادر مهسا خان که کیارش نام داره میگه که مهسا زمانی که بازداشت شد از زمانی که دستگیرش کردن دو ساعت بعدش رفت تو دو کما دوچار حمله قلبی شده بود و نهایتا بعد از انتقالم که فوت کرد یه فیلمی از دوربینای مداربسته اومده که خب همه دارن هی میبینن اه چیز خاصی هم ننوشته که مثلا بگی نشون میده که میاد البته که لباس خیلی متعارف هم پوشیده حالا ما کاری با سلیقه و اینا نداریم ولی از نظر دید اسلامی یه مانتو خیلی بلند به قول مادرش بنده خدا اصلا رو زمین کشیده میشد دیگه این مانتو سر و وضعش هم نورمال کار خاصی هم نکرده نه آرایش عجیب غریبی نه تیپ عجیب غریبی نه بگو چه میدونم هیچ هیچ اومده اونجا و فیلمی هم که منتشر کردم یه فیلمی که اصلا هم ماشین پیاده شده خب اومده اونجا با یه خانم چادری صحبت میکنه میگه آقا من چمه خانم هم, هم همونجوری اون یکم معموره اونجا هی شالشو میگیره میگه ببین این چیه پس اون چیه پس اون چیه پس بعد که میره چند سالی بعد ایشو دستشو تکیه میده به صندلی و فکر میکنم سکته میکنه و میره تو کما یه صحنه بسیار اصلا دلخراشیه ولی خب فقط قضیه به اینجا ختم نمیشه یعنی اینجوری نبوده که فقط این اتفاق بیفته به گزارش خبرگزاری های متفاوت وقتی که این اتفاق افتاده پزشکان گفتن که آقا ایشون یعنی تشخیص دکترهایی بوده که دچار سکته قلبی و مغزی شده با هم و خب این خیلی عجیبه دیگه چون همزمان سکته قلبی و مغزی فقط نشونه فشاره دیگه یه فشار خیلی زیادی اومده خود محض خانوم امینی هم توی بزرگراه شهید حقانی تهران بازداشت شدن با برادرشون هم بودن مامورون هم به برادرشون گفتن که آقا این یه ساعت ما میبریم یه کلاس توجیهی و آموزشی براش میذاریم توسط پلیس امنیت و اخلاقی بعدش هم آقا آزاد میشه بیان ببرینش ولی بعد دو ساعت یه آمبولانس از وزاره خارج شده بعد برادر هم گفته که آقا سربازا میگن که آقا یک کپ پرسنل رو انتظامی حالش بد شده چیزی نیست دارن میبرنش هی hey, پیگیر شده بنده خدا کیارش رفته پست آقا چه خبره چیه بعد مدتی هم متوجه شدن محسا رو بردن با آمبولانس بیمارستان یا همون جینه خانم بیمارستان کس را منتقلش کردن پزشکان سری سریع خیلی سعی کردن احیاش بکنن یه مدتی توی کما بود سکته قلبی و مغزی کرده بود قلبش هم تقریبا نیمه فعال شده بود اصلا خیلی دردناک این خبر آدم یه جوری میشه هیچ هیچ عذر و بهونه ای تید. اصلا یه جوریه مغزش کاملا هوشش از دست داده به کما رفته قلبش هم نیمه فعال شده و در نهایت پزشکان هم گفتن که آقا ما فقط برید براش دعا بکنید دیگه دختر جوون 22 ساله این دسته گل باز دایش اومده انتشار کرده که آقا بیمارستان کسرا که, که ما رفتیم هی راست گفتش که اصلا نیست کی اصلا همچین بیماری نیومده که بهش گفتیم آقا مشخصات آقا بچه‌مون رو بردن وزرا ما آوردیمش اینجا در نهایت هم نشانی چیز رو به من دادم ویژه مرغات ویژه دادم گفتم برو اونجا شاید اونجا باشه بعد من رفتم و اونجا دیدم که میگن که خانم امینی ممنوع الملاقاتن داییش رفته گفته آقا چی شده گفتن هیچ هیچی چیز خاصی نشده که مغز بچه ها کار افتاده قلبش هم نیمه فعال هم کار نمیکنه دکترها هم گفتن دعا کنین یعنی شما خودتون رو بذارین جای خانواده‌اش اصلا من کاری با بحث سیاسیش ندارم یارو اومده تهران عشق بکنه رفته دایی چطوری سر بزن با داداش با داداشش با اون مام توی بلند توی خیابون بزرگ گرفتنش به داداشش گفتن یه ساعت بعد کلاس می‌ذاریم و با التماس رفتن توی آی سی و سی سی دیدنش خیلی اصلا میگم نافرم اتفاقات عجیبی افتاده مرگ مغزی جینا امینی دختر خانم جوون سنندجی سقزی بعد از بازداشت توسط گشت ارشاد اتفاق افتاده دیگه حالا ادامه این روند و این آسیب هایی که دارن به همه میزنن و این لج و لج تا کجاست خدا میدونه پلیس تهران هم کلا گردن نگرفته گفته که ایشون به قصد هدایت و امر به معروف و اینکه آقا بهشون بگیم چی کار بکن چی کار نکن ما گرفتیم یهو و چهار آرز قلبی شدن و افتادن حالا دیگه خدا میدونه واقعا که چه اتفاقی افتاد چه شوک روانی به بچه 22 ساله وارد کردن که در نهایت سکته قلبی و مغزی کرده از اون طرف هم رئیس جمهور ابراهیم رئیسی برای پیگیری مرگ محسا گفته که آقا سریعا اقدام کنین مثل همه کارهایی که قبلا هیچ سریعا اقدام کنین ولی خب در نهایت هیچ اتفاق مصمر سمری نیفتاده بچه ها رو امروز بردن سقز همونجا خاکش کردن تازه گفتن سر و نکنید هیچ کی صداش در نیاد اگه شلوغ هم بکنید پدرتون رو در میاریم و تمام بسیار بسیار اتفاق دردناکی بود امیدوارم واقعا توی کشورمون اتفاق نیفت اصلا گفتنش هم حتی حال آدم خراب میکنه یعنی یه خانواده ای که یه دختر خیلی جوون